سلام دوستان عزیز، خدا کنه هر جای دنیا هستین خوش و سرحال باشین. خیلی خوش آمدین به یک ولاگ دیگه از کانال ما. عزیزایی که به کانال ما نو هستین، شما را هم خوش آمدید میگم. اگر تا حال به کانال ما سابسکرایب نکردین، همین حال گزینه نوتیفیکیشن فعال کنین تا هر وقت که ما ویدیو جدید میگذارم شما اولین کسی باشین که ویدیوی ما را تماشا میکنین. عزیزان، امروز قراره بری شما یک ویدیو جالب، متفاوت و پر از انرژی درست کنم. در این ویدیو قراره که امروز اول آشپزخونه را تمیزکاری کنم و بعدن به خیر قراره که بریم داخل حیات. مرغایی که ما پرورش داده بودیم بزرگ شده، 2 ماهه شده و به پروسس رسیده. قراره که مرغا رو پروسس کنیم و در آخر هم مایم رسیپی کباب مرغی که بری شما قول داده بودم. امروز روزی و فرا رسیده، مایم که رسیپی کباب مرغ رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. دیگه دوستان عزیز، ویدیوی مر تماشا کنن. امیدوارم که از دیدن ویدیوم لذت ببرین. خوشحال میشم که اگر ویدیوی مر دوست داشتین، جهت حمایت ویدیو لایک کنین و با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین. تشکر عزیزان دل که تا این لحظه با من هستین. دیگه من ظرفار شستم، آمدم این قسمت آشپزخونه. آجیلای ما تموم شده بود، رفتیم کاسکو.
کمی سودا خریداری کردیم و عجیل باب دیگه ما هم اینا جا به جا کنم و این قسمت آشپزخانه هم تمیز کنم عزیزان. دیگه خواستم که اینا رو بری شما نشون بدم دوستان عزیز که اینا رو از کاسکو گرفتیم. بعضی وقت کاسکو خیلی دیلای خوبه داره، به قیمت مناسب میتونیم به دست بیاره. اینا رو به 25 دلار گرفتیم، واقعا خیلی دیل خوبیه دوستان عزیز. دیگه من این وسایل رو جا به جا میکنم و این قسمت آشپزخونه رو تمیز میکنم. بعدا به خیر میریم که مرغ رو پروسس کنیم. مرغ ما به پروسس رسیده دیگه، حتما داری شما ویدیو میگیرم. بعد از اینکه مرغ رو پروسس کردیم برمیگردیم به آشپزخونه و امروز ما هم که رسیپی کباب و مرغ همراه شما عزیزان به اشتراک بگذارم. در ادامه ویدیو با من باشین. بعضی از دوستان همیشه در ویدیوها برام کامنت میفرستن که من از کدوم چای استفاده میکنم. عزیزان من از چای دو غزال خواستم که در این ویدیو برای شما نشان بدم.
خب دوستان، طوری که تماشا کردین دیگه آشپزخانه کاملا تمیز شد. خواستم که شفتالوها رو جابجا کنم. دیروز جای شما خالی، رفتم باغ شفتالو. بری که من زیاد شفتالو دوست دارم. دیگه رفتم شفتالو خریداری کردم. اینا رو جابجا میکنم و میرم بخیر داخل حیات و مرغار پروسس میکنه. خب دوستان، بریم که بخیر مرغارم پروسس کنیم. دیگه امروز شکر خداوند که هوا هم زیاد گرم نیه، از او خاطر ما و سیره جان امروز تصمیم گرفتیم که این کار انجام بدم. چون عزیزان، این مرغایی که ما امروز مایم پروسس کنیم، اینا به طی دو ماه آماده میشه و حتما باید پروسس بشه. اگر پروسس نشه ممکنه که مرغا بمیره و قلب اینا استاد بشه. دیگه اینا همه مرغای سفیده که مرغای گوشتی. خب میریم که مرغار بری شما نشون بدم. اول در ویدیوهای قبلی خواهم بری شما نشون داده بودم. دیگه بعضی عزیزانم هم همیشه سوال میکنن در ویدیوها که آیا ما فقط بری خود خوب پرورش میدیم یا هم بری فروش. مرغایی که ما پرورش میدیم عزیزان بری فروش نیه، فقط ما اونا رو بزرگ میکنیم و خود ما استفاده میکنیم. دیگه ما از روزی که به قریه آمدیم، ما اصلا از بیرون گوشت خریداری نکردیم. همو گوشتی که همیشه استفاده میکنیم خود ما تامین میکنیم دوستان عزیز. و سوال دیگه ای که دوستان همیشه از من پرسان میکنن اینه که چرا ما کفتر نگاه میکنیم؟ آیا نگاه کردن کفتر کدام فایده ای چیزی داره یا نه؟ دیگه عزیزان، فایده ای کفترا به ایه که هر باری که ما میاییم اینجا میشینیم و طرف ای کفترا نگاه میکنیم، واقعا هر نوع خستگی که داشته باشیم کاملا رفع میشه. دیگه ما و سیرت جان زیاد دوست داریم، از واسطه خریداری کردیم. دیگه ببینن دوستان چقدر زیباه، واقعا خوشاینده که آدم اینجا میشینه و طرف ای کفترا نگاه میکنه. هر چیزی که ما داخل فارم خو پرورش میدیم و کشت میکنیم عزیزان بری فروش نیه. ما مایم که همو خوراک روزانه خور، سبزیجات و گوشت و چیزایی که استفاده میکنیم خود ما تامین کنیم. خب بریم که مرغارم بری شما نشون بدم و جا هم آماده کنم بری پروسس کردن. تا آخر این ویدیو با من باشین. بریم بخیر. خب دوستان، ایم از مرغای ما. این مرغای ما عزیزان 2 ماهه و باید که پروسس بشه. طوری که گفتم این مرغا به ظرف 2 ماه آماده پروسس کردن میشه و اگر پروسس نشه ممکنه بمیره و قلب اینا ایستاد بشه. دیگه عزیزان، ما مرغا نوبت به نوبت پروسس میکنیم و من کوشش کردم که کوتاه به کوتاه بری شما ویدیو بگیرم تا که ویدیو طولانی نشه. امروز هم شکر خدا که آب و هوا زیاد گرم نبود و بری پرکندنم ما از این دستگاه پرکن استفاده کردیم که کار ما را آسان کرد. و عزیزان، امسال ما نسبت به سال گذشته کمتر از این مرغای گوشتی سفارش دادیم و خواستیم که همین رقم تازه به تازه استفاده کنیم. باز هر وقت که نزدیک بود تموم بشه باز از شرکت دوباره سفارش میدیم و این مرغا به ظرف 2 ماه آماده مصرف میشه. دوستان عزیز، دیگه ما پارسال زیاد سفارش داده بودیم، کمی مار خسته کرد چون تجربه اول ما بود. دیگه از او خاطر تصمیم گرفتیم که امسال کم کم سفارش بدیم و همین رقم مرغا رو پروسس کنیم. ویدیو رو تماشا کنین. خوشحال میشم که اگر ویدیو مر دوست دارین لایک کنین و جهت حمایت با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین.
تشکر عزیزان دل که تا این لحظه با ما هستن، طوری که تماشا کردن. ما 26 دونه مرغ پروسس کردیم. کوشش کردم که کوتاه به کوتاه ویدیو بگیرم تا که ویدیو طولانی نشه و خسته کن نشه برای شما. دیگه یک دونه مرغ رم آوردم ریزه کردم. خواستم که رسیپی کباب مرغ با شما به اشتراک بگذارم. مواد لازم رم آماده کردم عزیزان که با این مواد کم شما میتونین که یک کباب خیلی عالی و خوشمزه برای اعضای خانواده خواه آماده کنین، خصوصا به مهمونی ها. خب مرغ رم به 4 قسمت ریزه کردم. موادی که نیاز دارم 2 عدد پیاز متوسط که به شکل خلالی باریک ریزه میکنم، 1 دونه لیمو تازه نیاز دارم، 4 حب سیر رنده شده، فلفل سیاه و فلفل قرمز به میزان لازم به اندازه‌ای که دوست دارین اضافه کنین، نمکم به میزان لازم، زعفران، مایونز و روغن. با این مواد کم ما یک کباب خیلی خوشمزه را آماده میکنیم. اولین کاری که انجام میدیم زعفران اضافه میکنیم. شما هر نوع کبابی که همیشه به خونه آماده میکنین باید اولین موادی که اضافه میکنین زعفران باشه دوستان عزیز. خب من زعفران اضافه میکنم. مرغ کاملا به زعفران آغشته میکنیم عزیزان. عزیزان زعفرانی که اضافه میکنن رنگ کباب خیلی عالی میکنه و همچنان طعمی و هم خوشمزه و عالی میشه. خب بعد از اینکه زعفران اضافه کردیم سر ظرف رو بسته میکنیم و 15 دقیقه مرغ خود زعفران میگذاریم. بعد از 15 دقیقه باز مواد دیگه هم اضافه میکنیم. خب دوستان 15 دقیقه گذشته. دو عدد پیاز متوسط به شکل خلالی باریک ریزه میکنیم و اینا رو به روی مرغ خو اضافه میکنیم. خب بعد از اینکه پیاز رو اضافه کردیم عزیزان سیر رنده شده رو اضافه میکنیم. ادویه خو اضافه میکنیم. فلفل سیاه، فلفل قرمز، نمک، آب لیموی تازه، مایونز. عزیزان هم کباب شما نرم میکنه و هم طعم خیلی عالی میده به کباب. من 2 قاشق غذاخوری هم مایونز اضافه کردم. وقتی که تمام مواد مخلوط کردیم به مرحله آخر روغن اضافه میکنیم. دوباره اینا رو خود همدیگه مخلوط میکنیم. تمام مواد اضافه کردم و مرغ خود مواد خوب مخلوط کردم. به این مرحله سر ظرف بسته میکنیم و اجازه میدیم که به مدت 3 ساعت مرغ ما مرینیت بشه. بعد از 3 ساعت مراحل بعدی رو انجام میدم. دوستان عزیز 3 ساعت گذشته. به این مرحله یک ماهی تابر میگیریم و به تن ماهی تابر کره اضافه میکنیم. حتما عزیزان در این نوع پخت کباب و مرغ کره اضافه کنیم که خیلی زیاد در طعم و تاثیر داره. به
به این مرحله مرغی که ما مارینیت کرده بودیم خود همی تمام مواد مارینیت شده به تن ماهیتابه اضافه میکنیم. مرغی که ما مارینیت کرده بودیم با همون مواد مارینیت شده به تن ماهیتابه اضافه کردیم. حرارت را کم کردم دوستان عزیز. به همی آسونه شما میدونین که یک کباب خیلی خوشمزه بری اعضای خانواده خوب یا هم در مهمونی ها خود درست کنین. دیگه عزیزان این ریسیپی واقعا طوری که دیدن آسانه، فقط مارینت میکنین و با مواد مارینت شده میگذارین پخته بشه. نیاز به این نداره که شما جداگانه پیاز سرخ کنین و سیر سرخ کنین و یا مواد دیگر اضافه کنین و یا هم آب اضافه کنین. اصلا هیچ نیاز به مواد دیگه ای نداره. تنها موادی که ما در جریان پخت اضافه میکنیم زعفرانه که دو مرتبه زعفران در جریان پخت اضافه میکنیم، بری که هم رنگ کباب شما را عالی میکنه و هم خوشتم میکنه. دیگه اصلا نیاز به مواد دیگه نداره که اضافه کنیم. به همین آسونی کباب آماده میشه. از طعم یا هر چی تعریف کنم عزیزان کمه، مگر اینکه خود شما درست کنین و اگر درست کردین حتما در کامنت ها بریم بنویسین. بعد از گذشت 10 دقیقه زعفران ما اضافه میکنم، سر ماهیتاب دوباره بسته میکنم و یک مرتبه دیگه هم با زعفران اضافه میکنم. دیگه تموم، دیگه هیچ مواد نیاز نداره. با مرور کباب پخته میشه و روغن میاد و پیازا هم کاملا باز میشه. عزیزان کباب شما خیلی رنگ روی عالی بخو میگیره و کاملا خوشمزه میشه. خب دوستان 10 دقیقه از پخت گذشته، مسیر ماهیتاب باز میکنم. عزیزان بدون ای که من آب اضافه کنم ببینین خود پیازا خود مرغ آب میندازه. آب دوستان عزیز حتما در جریان پخت طی چند مرحله به ای رقم به روی مرغا خو اضافه کنین. حتما این کار انجام بدین عزیزان. به این مرحله من زعفرانم اضافه میکنم. بعد یک مرتبه دیگه هم زعفران در جریان پخت اضافه میکنم. حالا سر ماهیتابه بسته میکنم. حرارت را کم میکنیم عزیزان. دیگه حتما متوجه باشین که کبابا شما نسوزه چون آب به این کباب اضافه نمیشه دوستان. پس حتما باید متوجه باشین. خب دوستان عزیز دیگه کبابای ما نزدیک پخته و همی آب مرغم ببینین چقدر غلیظ شده. دیگه من همی آب دوباره به روی مرغا اضافه میکنم. عزیزان کره حذف نکنین، کره خیلی مهمه و خیلی هم طعم میده به کباب شما. وقتی که مرغ شما نزدیک پخت بود و آب خشک میکرد دیگه باید زیاد متوجه باشین که نسوزه. یک طرف مرغ ما که سرخ شد و کبابی آمد باز برمیگردانیم، این طرف مرغا خورم میگذاریم که سرخ شده بیاره. خب دوستان مرغای ما نزدیک پخته. ببینید عزیزان پیازا کاملا باز شده و کبابای ما به روغن آمده. دوباره دوستان عزیز همی ساس برو مرغا خو اضافه میکنیم و میگذاریم که یک طرف کباب ما سرخ بشه. باز اینا رو برمیگردانیم و طرف دیگر هم میگذاریم که سرخ بشه. عزیزان اگر شما دوست داشته باشین میتونن که به همین مرحله هم این کبابای خوشمزه همراه با ساسی و نوشجان کنین و سرو کنین. کاملا بستگی به خود شما داره. اگر دوست داشتین بگذارین که کاملا سرخ شده بیایه و اگر دوست نداشتین به همین مرحله همراه با ساسی و سرو کنین که کاملا خوشمزه و عالی. عزیزان
خب دوستان عزیز، اینم از کبابای خوشمزه ما که آماده شد. طوری که دیدین دیگه به طریقه آسان شما میتونین که یک کباب عالی و مجلسی درست کنین. دیگه حرارت ما خاموش کردم. اگر دوستشین میتونین این طرف مرغا خورم بگذارین که بیشتر سرخ بشه. طوری که میبینین به روغن آماده و ببینین چقدر خوش رنگ شده. از خوشمزگی ای کبابا هر چی تعریف کنم عزیزان کمه. حتما درست کنین. اگر درست کردین در بخش کامنت همراه ما شریک کنین. تشکر بسیار زیاد که ویدیو ما رو تماشا کردین. هر جای دنیا که هستین همیشه شاد و سلامت و موفق باشین. تا دیدار بعد و ویدیوی بعد، خدا نگهدار.